کودک گرسنه که برای شیر گریه می کند. این در واقع تصویر معمول در افغانستان امروزی است. سازمان های کمک رسان بین المللی می گویند بیش از نیمی از جمعیت این کشور حدود 22.8 میلیون نفر در ماه‌های آینده با گرسنگی شدید مواجه خواهند شد. این شامل میلیون ها کودک می شود. قبلا وقتی که کار می رفتم، یعنی بابیش کار می رفت، چی می گد؟ هر کدامش روز 3 قوطی شیر می خورد. ولی اونم 1 قوطی شیر اردوش 2 وقت می دیم. 2 وقت می دیم 2 قوطی شیر 1 شبانه روز می دیم اردوش. همه در این خانواده، مادر، پدر، پسر و دختر شغلهای خود را از دست دادند. بدون درآمد، گذاشتن غذا روی دسترخوان حالا یک چالش شده است. 3 هفته، 2 هفته میشه که ما دیگه دیدگان نکدیم سر منقل. دیگه از چای نان خوشکم اگه سابا بود، چاشت نیست، اگه چاشت بود شو بس نداریم. 14 جنگ کشور را با فقر مواجه ساخته است. نزدیک به 3/4 بودجه حکومت افغانستان از خارج تامین میشد. این بودجه زمانی متوقف شد که گروه طالبان مسلط شدند. ایالات متحده همچنین نزدیک به 10 میلیارد دلار از دارایی های افغانستان را مسدود کرده است. اکنون این کشور با بحران اقتصادی مواجه است. در یک مرکز توزیع غذا در کابل که توسط برنامه جهانی غذا فراهم شده است، صفها طولانی است. WFP 100 میلیون دلار برای تهیه غذا دریافت کرده است، اما کافی نیست. ما اکنون به 100 میلیون دلار دیگر قبل از شروع زمستان نیاز داریم و 300 میلیون دلار دیگر برای سال 2022 ضرورت داریم. این وضعیت به دلیل همگیری کووید 19 و خشکسالی شدید دومین بار در 4 سال گذشته تشدید شده است. بسیاری شغل خود را از دست دادند. بسیاری از افراد دارای شغل ماه‌هاست معاش دریافت نکردند. صدها هزار نفر به دلیل درگیری ها و خشکسالی ها نیز آواره شدند. دقیم در پل خمسی جلجالق داشتم، خوردنی داشتم، این چیز ناوردم. پایم زخمی شده، یعنی پایم کسر کده زخمی شدم. افغانستان اکنون با یکی از بدترین بحران های بشر دوستانه در جهان مواجه است. سهمیه های کمکی به خانواده های مانند این امکان می دهد که یک وعده غذایی مناسب داشته باشند. اما این کمک ها برای مدت طولانی کارا نیست. سحر عظیمی، تلویزیون آشنای صدای آمریکا، واشنگتن.